بر شما بیننده چالشی دیگر از تلویزیون ایران فردا هستید. محبوب مرادی هستم و در این نوبت از برنامه به اتحاد عرب و اسرائیل و آنچه امروز در سطح بین المللی پیرامون موضوع جمهوری اسلامی رخ میده میپردازیم. مذاکرات تاریخی وزیران خارجه مصر با اعضای پیمان ابراهیم یعنی اسرائیل، امارات، بحرین و مراکش در اسرائیل که با حضور وزیر خارجه آمریکا انجام شد با هدف مقابله با رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفت. شاید کمتر کسی چند سال پیش فکر میکرد که دشمنان تاریخی اعراب و اسرائیل بتونند امروز یک دشمن مشترک پیدا بکنند تا حدی که برای مقابله با جمهوری اسلامی با یکدیگر متحد بشند. رفع اختلافات و دشمنی‌های دیرینه میان اعراب و اسرائیل را شاید بتوان یکی از مهمترین نتایج سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه دانست. در این مذاکرات چگونگی همکاری‌های مشترک اعراب و اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی مطرح شد که مهمترین وجه این همکاری‌ها همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی هست. جمهوری اسلامی چه کرد که وضعیت ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی منطقه دچار چنین دگرگونی‌هایی شد و این دگرگونی‌های ژرف ژئوپلیتیک چه اثراتی بر ایران خواهد گذاشت؟ اینها محورهای اصلی گفتگوی ماست امروز با سه میهمان که همراه ما خواهند بود. آقای حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی، آقای مناشه امیر، روزنامه‌نگار و پیشکسوت روزنامه‌نگاری و تحلیلگر سیاسی که همراه ما هستند، و آقای نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی. سپاسگزارم، درود میفرستم به هر سه میهمان برنامه. در ابتدای برنامه من دیدم که آقای مناشه امیر با یک سفره مفصل هفت سین همراه ما هستند. گفتگو رو با ایشون شروع میکنیم. جناب امیر، درود بر شما، نوروز شما پیروز. سپاسگزارم، نوروز شما پیروز، هر روز شما نوروز. پشت سر من سفره هفت سینه. ما یکی دیگر از جشن‌های نوروزی رو در اسرائیل برگزار میکنیم و این بار در فرهنگ سرایی است که نامش خانه کوروش است. خانه کوروش در مرکز اسرائیل برای تقدیر از پادشاه بزرگ و دادگستر ایران. و این تنها عید نوروزی نیست که در اسرائیل جشن گرفته میشه. در یک هفته اخیر چندین و چند جشن دیگر هم برگزار شده و میبینید که در چیدن سفره هفت سین چه تلاشی کردن. برنامه موسیقی هست، هنرنمایی هست، رقص هست و شادی پیروزی و نوروزی مردم ایرانیان در اسرائیل است. من در خدمت شما هستم. سپاسگزارم از شما. جناب امیر، اگر که موافق باشین من سوال نخست رو از شما بپرسم و بعد خواهیم بود. بله، شما... من جام رو عوض میکنم. بسیار عالی، حتما در خدمت. به نظر شما چرا حالا این در واقع جشن رو ما میبینیم در اسرائیل برگزار میشه، هممیهنان ما در اون کشور هستند و خب این پیوندهای فرهنگی هم همواره خواهد بود، ایرانیان هر کجای جهان که باشند. اما سوال من مرتبط با برنامه اینطور هست که چرا دشمنان دیرینه و تاریخی، یعنی همین کشورهای عرب و اسرائیل، بالاخره با هم متحد شدن؟ این اتفاقی بود که شاید هرگز ما در تاریخ فکرش رو نمی کردیم. وقتی روند روابط کشورهای عربی و اسرائیل رو می بینیم، به هیچ وجه این به ذهن ما خطور نمی کنه که ممکن هست این دو به هر حال جبهه با هم دیگر متحد بشن. هدف در واقع وزیران خارجه مصر و امارات و بحرین و مراکش امروز در اسرائیل چیست؟ بله، اجازه بدیم به اول بگم که چرا این اجتماع، این همایش برگزار شد و علل تاریخی داره. اولا اینکه اسرائیلی ها، یهودیان و اعراب پسر عمو هستند، همه از حضرت ابراهیم هستند. بنابراین دشمنی بین اونها یک دشمنی عبث بیهوده است. این یکی. دوم اینکه اعراب پس از سالها جنگ و خونریزی و ستیز با اسرائیل دریافتند که این ستیز و دشمنی بیهوده است، به ملت خودشون لطمه میزنه، منطقه رو آشوب میکنه، اقتصادشون لطمه میبینه و تصمیم گرفتن که از این راه اشتباه برگردن. علت سوم این است که اعراب دریافتن که فلسطینی ها آدم های خوبی نیستن که اینها این همه
قربانی بدن و سینه درانی بکنن. گروه های تروریستی فلسطینی رشد کردن. ترور امروز در دنیا و در جهان عرب یک کار ممنوعه و نکوهیده است و کشورهای عرب اگر میخوان با کشورهای دیگر همراهی و همکاری داشته باشن نباید از ترور دفاع بکنن. سوم یا چهارم خطر حکومت اسلامی ایرانه که میبینن که یک کشور اسلامی به ظاهر اسلامی در شمال اونها قرار داره و اینها رو به نابودی به تهدید میکنه، به ویژه بحرین، بعدم امارات و مسلماً عربستان سعودی و کشورهای دیگر. و اینها چهارمی که یا پنجمی که کشورهای عرب منطقه میبینن که از نظر نظامی قادر نیستن از خودشون دفاع بکنن. یک کشوری در اسرائیل هست، در منطقه هست به اسم اسرائیل که قدرت جنگی خودش رو نشون داده، توان رزمی خودش رو نشون داده و ثابت کرده که میتونه در برابر دشمنانش بیسته. این رو کشورهای عرب نیاز دارن. عربستان اسلحه بسیار زیادی داره ولی سربازان خوبی نداره. ببینید که در الحدیده در یمن بلد نیستن که این بندر رو از دست حوثی‌ها در بیارن. و یک علت مهم دیگر این است که کشورهای عرب از ایالات متحده نومید شدن. میبینن که ایالات متحده به ویژه پرزیدنت بایدن در منطقه نمیمونن، از افغانستان بیرون آمدن، نیروهاشون رو میخوان از حوزه خلیج فارس بیرون بیارن، از عراق دارن خارج میشن و ضعف نشون دادن. آنچه که امروز در جنگ بین روسیه و اوکراین میگذره یک درس عبرت برای کشورهای عرب که اگر مورد حمله حکومت ایران قرار بگیرن ایالات متحده و کشورهای اروپایی به کمکشون نمیان، همشون دارن میرن. کی مونده و کی میمونه و خواهد موند؟ اسرائیل. بنابراین میاین و با اسرائیل همکاری میکنن و برای اولین بار وزیران خارجه چهار کشور عربی، بحرین، امارات، سودان، مصر و مراکش میاین و در یک کنفرانسی شرکت میکنن. سپاسگزارم از شما، به نکته های خیلی متعدد و متنوعی اشاره کردید. سوال بعدی رو از آقای تبرزدی میپرسم. جناب تبرزدی، حالا با توجه به صحبت هایی که آقای امیر داشتند، ما چیزی که برام مطرح میشه با توجه به روی کرده آمریکا نسبت به حالا جنگ اوکراین و حالا تجربه هایی که شاید از پیش هم داشتن کشورهای عربی منطقه، شما فکر میکنید که حضور وزیر خارجه آمریکا در این نشست چه معنایی داره؟ آیا آمریکا، البته خب مدعی هست که متحد این کشورها هست، ولی کن یک عدم اعتمادی هم از سمت کشورهای عرب به آمریکا داریم میبینیم، مثلا تو این چند وقت اخیر تماس تلفنی که رد شد برای بایدن از سوی کشورهای عربی، شما فکر میکنید که این آمریکا امروز کجای این جلسه و این نشست قرار داره؟ من هم درود بفرستم خدمت شما، جناب منشاء امیر و آقای نجات بهرامی و همه بینندگان عزیز و محترم و نوروزتون رو شاد باش میگم. نوروزتون پیروز، هر روزتون هم نوروز. خدمت شما عرض کنم که به نظر من شرایط سیاسی مناسبات جهانی کلن در حال تغییر و تحول، به ویژه با حمله روسیه به اوکراین و اینکه روسیه حتی دنیا رو، دنیای آزاد رو به بمب هسته‌ای تهدید کرد. در نقطه مقابل به هر حال آمریکا تحت رهبری پرزیدنت بایدن در صورت ظاهر اینجوری برداشت میشه که کم آورد یا ضعف نشون داد، اما از دیگر سو به نظر میرسه آمریکا داره یک بازی بسیار پیچیده ای انجام میده.
هم در برابر روسیه و هم در برابر کشورهایی که در خاورمیانه فعال هستند. در روسیه بازی که دنیای آزاد به رهبری آمریکا و انگلستان انجام داد، این گونه حتی برداشت شد که اونها دام گذاشتن برای پوتین. چرا این حرف زده شد؟ برای اینکه این جنگی که اتفاق افتاد و با واکنش دنیای آزاد در برابر اون 100% به ضرر پوتین شد. شاید پوتین تمایل داشت که ناتو به نحوی وارد جنگ بشه و بعد جنگ تمام عیاری در بگیره، دیگران را هم وارد جنگ کنه، اما دنیای آزاد سعی کرد از طریق تحریم‌های فلج کننده و از دیگر سو با کمک رسانی به مردم اوکراین به پوتین پاسخ بده که همینک می‌بینیم پوتین داره کم میاره، علائم ضعفش آشکار شده. در ارتباط با خاورمیانه و کشورهای این سو، خب از یک سو امریکا نمیخواد متحدین خودش رو از دست بده. متحد اول امریکا تو منطقه اسرائیل هست، بعد از اون عربستان هست و کشورهای عربی هست، و اگرچه اینجا خیلی ضعف نشون داد بایدن، ضعفش دیگه اینجا واقعی بود، برای اینکه در یمن انصار الله رو از لیست تروریستی خارج کرد، در مذاکرات برجام به گونه‌ای رفتار کرد که به شدت مورد در واقع خشم کشورهای عربی هست رفتار بایدن. اما در این حال آمریکا با حضورش در این کنفرانس از یک سو داره اعلام میکنه که نه، من متحدینم رو رها نخواهم کرد، اینجا بحث جمهوری اسلامی هست به ویژه در برابر یاغیگری های جمهوری اسلامی، و از دیگر سو به هر حال آمریکا نیاز داره، یعنی اینجا دیگه نیاز آمریکا هم هست که به هر حال با حضور خودش در این کنفرانس هنوز هم بگه که من هستم و بتونه در آینده از حمایت این کشورها به ویژه در برابر یاغیگری جمهوری اسلامی، در برابر نفوذ چین در آینده بتونه بهره‌مند بشه. سپاسگزارم از شما. جناب بهرامی گرامی، آقای تبرزدی به مسئله روسیه و شخص پوتین اشاره کردن. چیزی که جالب توجه هست در این نشست حاضر این که همه این کشورهایی که حضور دارن در این نشست، به جز حالا آمریکا که به صورت مهمان در این گفتگوها شرکت میکنه، در برابر حمله روسیه به اوکراین آنچنان موضع گیری محکم و به نوعی سفت و سختی نداشتن، سعی کردن یک جوری روابط خوب خودشون رو با روسیه هم حفظ بکنن. چه اتفاقی افتاده که این کشورها به نوعی سعی میکنن که خودشون رو به روسیه هم نزدیک بکنن؟ درود بر شما خانم مرادی، همچنین درود بر آقای تبرزدی و آقای مناشه امیر عزیز، و من هم با اینکه بار دوم بعد از نوروز مجددا در این برنامه شرکت میکنم، اما بار دیگه تبریک میگم عید باستانی و زیبای نوروز رو. در ارتباط با سوال شما، خب واقعیت اینه که این کشورهایی که نام بردید مدت هاست که احساس میکنن آمریکا به نوعی در حال واگذاری سنگر به سنگر اون مواضع استراتژیک خودش و اون حضور استراتژیک خودش در گوشه و کنار جهان هست. خب ریشه یابی علت این مسئله، یعنی این خط مشی جدید آمریکا، هم کار چندان دشواری نیست. واقعیت اینه که حتی قبل از دورانی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، در مبارزات انتخاباتی بحث مشکلات اقتصادی، بیکاری در آمریکا و بحث نگرش به درون، یعنی تمرکز و فوکوس بر مسائل داخلی آمریکا، یک مسئله و یک شعارهای رأی آوری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود و تا حد زیادی سبد رأی آقای ترامپ رو هم از این منظر میتونیم تحلیل کنیم که تا حد زیادی چنین رأی دهنده‌های
به هر حال پر کردن. اینه که کشورهای منطقه که به هر حال یک نظم سنتی در خاورمیانه از قبل وجود داشت و اینکه آمریکا حضور نظامی داشته باشه به نوعی امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس رو تأمین کنه، از بعد از مخصوصا انقلاب 57 که اون صدور انقلاب شیعی به هر حال به یک تهدید جدی برای این کشورها تبدیل شده بود، این نظم همچنان پابرجا بود تا در همین سالهای اخیر این کشورها متوجه شدن مخصوصا بعد از این دستاندازی ها و اون به هر حال دخالت های بیشتر جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه، تشکیل نیروهای نیابتی در کشورها و جنگ های داخلی که جمهوری اسلامی به نوعی مقصر اونهاست، مخصوصا بعد از اون پدیده‌ای که به بهار عربی مشهور شد و اون فروپاشی حکومت‌ها، باعث شد اون خلأ جمهوری اسلامی استفاده کنه و کشورهای عربی رو با واقعاً به یک روزگار بسیار تیره و تاریکی دچار کنه با استفاده از جنگ‌های داخلی و نیابتی که نیروهای نیابتی که در اونجا مستقر کرد. اینجا بود که کشورهای عربی کم کم متوجه شدن که ما همچنان داریم به هر حال پول رو تأمین می‌کنیم برای آمریکا، ولی ظاهراً از اون امنیتی که قرار بود چندان خبری نیست. مواضع جسته گریخته دولت مردان آمریکا هم چندان اینها رو راضی نکرد. اینها در یک شرایط بیم و امیدی بودن که شاید اوضاع بهتر بشه، ولی دیدن که نه، واقعاً خبری نیست. از طرفی دیدیم که روسیه کارهایی که می‌کنه مخصوصاً در سوریه و حفظ بشار اسد با کمک جمهوری اسلامی، کشورهای عربی و ثروتمند منطقه رو راضی کرد که اون نظم کهنی که برقرار بود ظاهراً خاتمه یافته و باید اینها گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن و به یک شرایط جدیدی فکر کنن. این بود که هم رقبای آمریکا رو دیگه دوست نداشتن برنجونن، از خودشون ناراحت کنن مثل چین و روسیه، و همین که به هر حال دنبال شرکای جدی گشتن. و اون مسئله هم که آقای مناشه امیر اشاره کرد مزید بر علت بود، این که به هر حال کارهای جمهوری اسلامی به نوعی پیش رفت که دشمنان دیرینه‌ای که در منطقه بودن، هرچند من این صحبت آقای مناشه امیر که پسرم موان، من این رو بهش نقد دارم و این مسائل بین المللی رو نمیشه چنین تحلیل کرد، ولی به هر حال این دشمنان دیرینه به خاطر خرابکاری های جمهوری اسلامی کار به جایی رسید که پشت یک میز نشستن و حتی به اتحادهای نظامی و استراتژیک علیه جمهوری اسلامی دارن فکر میکنن. سپاسگزارم از شما آقای بهرامی. جناب امیر به شما برمیگردیم. سپاسگزار که به هر حال با اینکه در یک جشنی قرار داریم ولی دعوت ما رو پذیرفتید. من بار دیگه از شما ممنونم که همراه ما هستید. در ادامه صحبت‌هایی که با آقای بهرامی داشتیم در مورد به هر حال نزدیکی کشورهای حالا خاورمیانه با روسیه، از این طرف هم می‌بینیم که مثلا کشور ترکیه هم به اسرائیل نزدیک شده و بعد از دیدار اخیر رئیس جمهور اسرائیل از ترکیه، قراره یک ماه دیگه نخست وزیر این کشور هم در ماه آینده به ترکیه سفر بکنه. از اون طرف غیر از ترکیه، اسرائیل با جمهوری آذربایجان هم روابط نزدیکی برقرار کرده، دو کشور همسایه ایران، و خیلی هم عجیب که صحبت از دیدارهای غیر رسمی و پنهانی مقامات اسرائیلی و طالبان هم مطرح شده. شما فکر میکنید که علت نزدیکی این کشورها به کشور اسرائیل چیست توی این شرایطی که به نوعی اسرائیل روابط خوبی رو با اکثر کشورهای مهم اسلامی هم برقرار کرده؟ فکر میکنید که دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل نهایتاً او رو به کجا خواهد کشان؟ بله، ببینید، اگر در مورد کشورهای عرب و ترکیه صحبت میکنیم، هر کدوم از اینها علت دیگری داره که به اسرائیل نزدیک شده. اجازه بدین از ترکیه صحبت شروع کنیم. ببینید، اسرائیل، اتیوپی، ترکیه و ایران پیش از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی یک نوع اتحاد و همکاری گسترده داشتن. به ویژه اسرائیل و ترکیه همکاری های نظامی و اطلاعاتی خیلی با ارزشی داشتن. آقای اردوغان آمد با این تصور که جنبش اسلامی رو در ترکیه احیا بکنه و الان ایشون در مشکلات
بسیار عدیده داره، به ویژه در زمینه اقتصادی و در زمینه روابط بین المللی خودش با کشورهای اروپایی، با ایالات متحده، گاهی هم با روسیه و غیر روسیه، و به اسرائیل نیاز بسیار داره و به ویژه از نظر اقتصادی و رفت آمد جهانگردی و غیره. آقای اردوغان همون فردی بود که حماس رو علیه اسرائیل تحت حمایت خودش گرفت، کشتی ماوی مرمره رو به منطقه فرستاد که به خیال خودش محاصره دریایی اسرائیل در اطراف غزه رو برچینه و دید که اشتباه کرده. در مورد کشورهای عرب یک عامل دیگر رو باید روش خیلی خیلی تاکید بگذاریم و اون مسئله مذاکرات برجامی است. اسرائیل و کشورهای عرب احساس میکنن که آقای بایدن داره کوتاه میاد، داره امکان مجهز شدن حکومت ایران به سلاح هسته‌ای رو فراهم میکنه. ببینید در جنگ اوکراین اگر غرب یعنی ناتو و ایالات متحده حاضر به دخالت فعال نیستن، به خاطر این است که پوتین بمب هسته‌ای داره و گفته من ممکن ازش استفاده بکنم. حالا حساب بکنید روزی که حکومت ایران بیاید و به بمب هسته‌ای مجهز بشه، چه خطر بزرگی همه کشورهای منطقه رو تهدید خواهد کرد. این است که هم عربستان و اسرائیل و مصر، امارات، بحرین، مراکش و کشورهای دیگه راضی نیستن از این امتیازاتی که آقای بایدن میخواهد که به حکومت اسلامی ایران اعطا بکنه. دلیل آمدن آقای آنتونی بلینکن به منطقه و شرکت در اون مذاکرات هم همین بود که اینها رو متقاعد بکنه که نه، لازمه، ما داریم کار خوبی میکنیم، که متوجه نشد. و کشورهای عرب الان به این نتیجه رسیدن که باید به فکر آینده خودشون، به فکر رفاه مردم خودشون باشن و از این نظر به تکنولوژی اسرائیل، به همکاری با اسرائیل، به داد و ستد نیاز بسیار دارن. همون گونه که گفتم نیازهای امنیتی و دفاعی کشورهای عرب از اسرائیل یکی از عوامل بسیار مهمی بوده که بیاید و این همایش چهارگانه رو در نگف در جنوب اسرائیل فراهم بکنه. و یکی از نتایجش این است که شورای برپا میشه که هر بار دیدارهای خواهد داشت، یک بار در صحرای اسرائیل، یک بار در صحرای مصر و صحرای دیگه. تمام این چهار کشور دارای صحرا هستن و برای بیابان زدایی به تکنولوژی و تجربه اسرائیل هم نیاز دارن. اینها خیلی به اختصار گفتم عوامل عمده ای است که باعث این همکاری و چیز شده، همکاری ها و ادامه دیدارها بین چهار کشور شده، که در انتظار هستن که عربستان هم در اون شرکت بکنه و منتظرن که قطر هم یکی از اعضاش باشه که احتمال داره به تدریج رخ بده. بسیار عالی، ممنونم از شما جناب تبرزدی. در ادامه صحبت ها در واقع در پی حملات اخیر موشکی حوثی ها، همین نیروهای مورد حمایت شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان، اسرائیل به کشورهای عربستان و امارات و بحرین پیشنهاد میده که یک سیستم پدافند هوایی مشترک برای امنیت هوایی خودشون به نوعی داشته باشن. این پیشنهاد اسرائیل و همینطور به حال تشکیل یک ناتوی عربی عبری از نظر سوق الجیشی چه معنایی برای جمهوری اسلامی داره؟ خب اجازه بدید من به این نکته اشاره کنم که اساساً وقتی که دنیا در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی تمرکز کرد، از دیگر سو جمهوری اسلامی تلاش کرد که تکنولوژی پهپادی و موشکی خودش رو گسترش بده. یعنی دنیا پس از چند سال متوجه شد که جمهوری اسلامی اگرچه ظاهراً به بمب اتمی دسترسی پیدا نکرد، اما به امکاناتی دسترسی پیدا کرده که شاید بدتر از بمب هسته‌ای باشه.
برای اینکه جمهوری اسلامی آنگونه که حتی مقامات اسرائیلی اعلام کردن در حوزه پهباد و موشک بسیار پیشرفته است و حتی داره تلاش میکنه که این تکنولوژی رو به کشورهای متحد با هم توسعه بده. این مسئله بسیار مهمی است. ضمن این که جمهوری اسلامی در همین دوران توانست 3-4 لشکر به وجود بیاره، مثل حزب الله در لبنان، انصار الله در یمن، هشت شعبی در سوریه و نیروهایی که عمدتاً هم تروریستی هستند در فلسطین، هم جهاد اسلامی، حماس. اینا از حمایت‌های مالی و نظامی گسترده جمهوری اسلامی برخوردارند و جنگ روسیه، تجاوز روسیه علیه اوکراین نشون داد که چنین کشورهایی مثل جمهوری اسلامی، مثل روسیه و مثل چین چقدر میتونن برای دنیا خطرناک باشن. یعنی وقتی که دنیای آزاد به خصوص و امریکا این مسائل رو دست کم گرفت، توجه نکرد و درست برخورد نکرد، اون زمانی بود که پوتین آمد حمله کرد و بعد هم تهدید هسته‌ای کرد. چین داره خط و نشان میکشه و جمهوری اسلامی هم که همونطور که اشاره کردم منطقه رو ناامن کرده. خب در چنین شرایطی که همونطور که دوستان تحلیل کردن، امریکا هم بر اساس یه روزی امریکا شعار نظم نوین جهانی رو مطرح کرد در دوران بیل کلینتون و بعد هم امریکا به عنوان کدخدای دنیا مطرح شد. روز دیگری آمدن و گفتن که ما باید از منطقه و از خاورمیانه بیرون بریم و برگردیم تو شرایط داخلی خودمون، یعنی یه استراتژی های متناقض. خب در چنین شرایطی به طور مسلم کشورهای عربی و اسرائیل تنها راه حلی که داشتن و دارن این اتحاد هست. حالا من برخلاف فرمایشات جناب مناشه امیر که بحث‌های تکنولوژی و نیاز کشورهای عربی به توانمندی‌های تکنولوژی اسرائیل رو مطرح کردن، فکر میکنم فعلا پیمان‌ها عمدتاً پیمان‌های سیاسی و نظامی و امنیتی هست. یعنی کشورهای عربی نیاز دارن به اسرائیل، چون تنها کشوری که به لحاظ نظامی و امنیتی در منطقه بسیار تنومند، بسیار قدرتمند هست، اسرائیل هست. بنابراین با شکل‌گیری چنین اتحادی که داره گسترش پیدا میکنه، به هر حال من نمیتونم بگم که جمهوری اسلامی مهار خواهد شد. یعنی معلوم نیست این نیرو بتونه جمهوری اسلامی رو مهار کنه، اما حداقل موجب میشه که دنیا نظرش رو، یعنی نظر غرب رو به خصوص جلب کنه به این نقطه از جهان و اینکه در هر حال که چین، روسیه و جمهوری اسلامی مسئله مهم ضد امنیتی برای این منطقه و حتی برای دنیای آزاد خواهند و ای بسا رهبری آمریکا اگر تغییر کنه در دوره بعد، اون وقت امکانی باشه که بتونه بیاد و دوباره سرمایه گذاری کنن و اجازه ندن که کشورهای بسته، کشورهای استبدادی، کشورهایی که مخالف تمدن، دموکراسی، سکولاریسم و مخالف دنیای آزاد هستند، اینها رو بتونن مهار کنن. ممنونم از شما. بله، با توجه به جملات پایانی شما، من یادم آمد که در همین جلسه چند روز پیش یاری لاپید هم اعلام کرد در اسرائیل که اسرائیل فقط، ایران، جمهوری اسلامی فقط مسئله اسرائیل نیست، بلکه مسئله جهان هست. یعنی به نوعی دارن در حال یک ائتلاف منطقه‌ای و بعد بین‌المللی هستن، اونطور که به نظر میاد. ممنونم از شما. جناب بهرامی، بیاییم در کشور
دوست و برادر و همسایه عراق. روابط جمهوری اسلامی با عراق هم به نظر میاد دچار یک سری تنش‌هایی شده توی چند ماه اخیر. بعد از حمله موشک جمهوری اسلامی به اربیل، عراق میانجیگری خودش رو در روابط ایران و عربستان قطع کرد. دولت اقلیم کردستان هم اعلام کرد که به گسترش پروژه گازی و نفتی خودش و صادرات گاز و نفت به اروپا ادامه میده. نفت و گازی که قرار هست از طریق ترکیه و با کمک اسرائیل به اروپا برسه. و از طرف دیگه ترکیه هم اعلام کرد که هیئتی رو برای سرعت دادن به این پروژه به اسرائیل روانه خواهد کرد. آیا دولت اقلیم کردستان هم به دشمن جمهوری اسلامی تبدیل شده یا به نوعی سیاست خارجی اقلیم کردستان بر چه پایه است و چرا روابط اقلیم با جمهوری اسلامی به این مرحله رسیده؟ خب واقعیت اینه که زمانی که یک حکومتی، یک کشوری دچار ضعف و زوال چه در حوزه اقتصادی و چه در منظر بین المللی از نظر دیپلماتیک به هر حال یک کشور منزوی میشه، کم کم متحدین خودش رو از دست میده. این یه روال کاملا طبیعی هستش که صرفا مختص جمهوری اسلامی هم نبوده و نیست. اینکه به هر حال ما حتی دولت شیعی عراق هم خب سالهاست که تلاش داره خودش رو به نوعی که کمتر آسیب ببینه و کمتر حساسیت جمهوری اسلامی رو برانگیخته کنه از زیر یوغ جمهوری اسلامی بیرون بکشه. اینها بلافاصله بعد از سقوط داعش در عراق، شکست داعش در عراق، متوجه شدن که جمهوری اسلامی یک بساطی رو در عراق به پا کرده و یک به هر حال چارتی رو در عراق چیده که به نوعی ضررش اگر بیشتر از داعش نباشه کمتر از داعش هم نیست، چون بالاخره داعش یک زمانی سرنگون میشد. اما اینکه بیای دولت در دولت ایجاد کنی و همون مسائلی رو که در لبنان ایجاد کرد و هیچگاه اجازه ندادن لبنان به ثبات برسه در عراق هم مجددا تکرار شد، خب واقعا یک شکست خیلی سنگین و تاریخی برای دولت مردان و حتی برای ملت عراق بود. یعنی کاری که به هر حال به خاطر صرفاً جمعیت شیعه عراق، جمهوری اسلامی تونست با استفاده از اون بی‌ثباتی و خلأ قدرت در عراق ایجاد کنه، اینه که دولت مردان عراق اهم از کردها و حتی دولت مرکزی سالهاست که به دنبال این هستن که آرام آرام و تدریجاً این مسئله رو حل کنن و دست جمهوری اسلامی رو از عراق کوتاه کنن. غیر از دولت‌های وابسته مثل نوری مالکی که رسما از تهران هدایت می‌شدن و به هر حال منافع خیلی قرص و محکمی در اتحاد با جمهوری اسلامی داشتن. در مورد اربیل، خب دولت اقلیم کردستان، خب واقعیت اینه که جمهوری اسلامی اونجا رو تبدیل کرده به یک منطقه‌ای برای زورآزمایی و قدرت نمایی‌های گاه و بیگاه خودش به بهانه‌های مختلف. حالا یک روز به بهانه این که نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی در اونجا پایگاه دارن و اونجا موشک پرانی میکنه، یک بار به بهانه این که اسرائیل در اونجا کارهای امنیتی میکنه. خب واقعیت اینه که اینها هیچگاه برای مردم ایران، حتی برای افکار عمومی داخل ایران توجیه نشد و دلایل محکمه پسندی برای اینها ارائه نشد. حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که اسرائیل در اقلیم کردستان، یعنی اقلیم کردستان عراق نفوذ داره، حتی کارهای امنیتی، اتحادهای استراتژیک و امنیتی می‌بندن، خب به یک کشور دیگه‌ای که جمهوری اسلامی در رأس اون هست چندان ارتباطی نداره. از منظر حقوق بین الملل این کار جمهوری اسلامی چیزی جز تجاوز به خاک یک کشور مستقل نمیتونه باشه. اما خب ضعف و به هر حال اون پراکندگی قدرت در عراق فعلا این مجال رو به جمهوری اسلامی داده که این کارها رو تکرار بکنه و البته متوجه این مسئله نیست که به خاطر تغییر معادلات قدرت در منطقه این کار باعث میشه که اقلیم کردستان با یک سرعت بیشتری وابستگی های خودش به جمهوری اسلامی رو قطع کنه و اون ملاحظاتش رو کنار بذاره و به سمت جبهه مقابل جمهوری اسلامی حرکت کنه که ما در این روزها شاهد این مسئله هستیم. سپاسگزارم از شما. به داعش اشاره کردید در عراق. من یاد همین اتفاق که چند روز پیش افتاد و انفجاری که در اسرائیل رخ داد منجر به کشته شدن چند تن هم شد و جالب اینجا بود که داعش مسئولیت اون رو پذیرفت و جمهوری اسلامی هم از این اقدام به نوعی
حمایت کرد. این به نوعی رفتار یک بام و دو هوای جمهوری اسلامی هم در قبال معلوم نیست خود کشور اسرائیل یا صهیونیست‌هاست یا مردمش که اینطور موضع‌گیری میکنه. سپاسگزارم از شما آقای مناشه امیر. در همین چهارچوب از شما میپرسم دیدار اسد از امارات رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این رو میشه فکر کرد که در واقع به دوری روسیه از ایران هم، ببخشید سوریه از ایران هم در آستانه کلید خوردنه؟ بله، شما به نکته بسیار مهم اشاره کردید، به خاطر اینکه حکومت اسلامی ایران هیچ وقت در دولت بشار اسد کشور مطبوعی نبوده، قابل قبول نبوده. بشار نیاز به همکاری داشت برای جلوگیری از سقوط خودش. از حکومت ایران دعوت کردید که سپاه پاسداران پیش از آن که بخواد از رژیم بشار در برابر شورشیان یا خیزش کنندگان دفاع بکنه، میخواهد که بر اون کشور مسلط بشه. این است که روسیه رو هم دعوت کرد و روسیه هرگز به حکومت ایران اجازه نخواهد داد که بیاد و در خاک سوریه مستقر بشه، مسلما اسرائیل هم نه. این یک موضوع. موضوع دوم این است که کشورهای عرب هم با توجه به افزایش خطر حکومت ایران آمدن و گفتن که ما بشار دیگه موند، اگه چند سال میشه که جنگ داخلی ادامه پیدا کنه؟ معلوم شده که بشار میتونه به حکومت ادامه بده، بنابراین تلاش میکنن که او رو به جامعه عرب و عضویت کشورهای عربی بازگردانن. و در مورد اسرائیل، اسرائیل کاملا ساکت نشسته در این جریان و آنچه را که کشورهای عرب بپذیرند مسلماً اسرائیل هم قبول خواهد کرد، به شرط آنکه بشار از حکومت ایران دور بشه و دور شده، داره دور میشه. همین جریان رو ما در عراق میبینیم. ببینید عراق بعد از اینکه صدام افتاد و میخواهد که استقلال و استقرار و اقتدار خودش رو بازیابه، باید جلوی نفوذ حکومت ایران رو بگیره و نگذاره که کشورهای دیگر بر عراق تسلط داشته باشند. این است که از یک سو دولت‌های عراق با همه محدودیت‌ها و مشکلاتی که دارند، با تمام پول‌هایی که حکومت ایران خرج می‌کنه در عراق، بیایند و به کشورهای دیگر بپیوندند که تأثیرات حکومت ایران رو کم بکنند. و به همین علت می‌بینیم که دولت عراق با عربستان دوستی کرد، با کشورهای دیگر سعی میکنه نزدیک بشه، روابطش با حکومت ایران تا حدودی تیره شد و علنا از حکومت ایران خواسته و میخواهند که از دخالت در امور آن کشور خودداری بکنه. بله، حکومت ایران در انزوای کامل و روزافزون قرار گرفته و در هیچ یک از کشورهای منطقه دوست و رفیق و همراه و همکاری نداره، و این در حالی که خمینی گفته بود که ما انقلاب رو در ایران میکنیم و اون رو انتقال میدیم به کشورهای همسایه. اجازه بدید یه نکترم در مورد همکاری های تکنولوژی با اسرائیل خدمتتون عرض بکنم. ببینید، بهترین نمونه علاقمندی کشورهای عرب به استفاده از تکنولوژی اسرائیل امارات عربی متحده. امارات به این نتیجه رسیده، به درستی و ای کاش ایران و کشورهای دیگر هم به همین نتیجه می رسیدن، که نفت یا یه روزی تمام میشه و یا یه روزی دنیا به نفتی که احتیاج نداره. باید تکنولوژی رو تقویت کرد و اینها می آین و ماهواره به مریخ می فرستن. اکسپوی بین المللی، نمایش تجارت بین المللی ترتیب می دن، شهرهای خیالی در امارات می سازن و می خوان تکنولوژی رو تقویت بکنن و چند قرارداد همکاری تکنولوژی با اسرائیل امضا کردن. بنابراین هم امارات هم بحرین و به اندازه زیادی مصر و مراکش به تجربیات اسرائیل در حل مشکلات و مسائل مختلف نیاز دارن و اسرائیل این تجربیات رو داره. اسرائیل از صفر شروع کرده و امروز به این کشوری با رفاه اقتصادی رسیده. بنابراین هم مصر که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هست، هم مراکش
که مسئله صحرا رو داره و مورد خطر الجزیره قرار داره و دیگران اونها به تکنولوژی اسرائیل هم علاقه زیادی دارن. البته قبول دارم آقای طبرزادی که اهمیت همکاری های نظامی بیشتر از تکنولوژیه، ولی اینها همه کنار هم و به تدریج با هم در حال تکریم هست. تا اینجا هم از شما. بله، من با توجه به صحبت هایی که شما داشتین در مورد امارات و دبی، اینجا تجربه شخصی خودم رو در فرانسه بگم که برای هم مثلان عزیزمون که سفر به دبی برای فرانسوی ها جز یکی از سفرهای بسیار لوکس و جذاب هست و اتفاقا هر کی که اینجا از فرانسه، حالا تا جایی که من اطلاع دارم، به دبی سفر میکنه به نوعی یک سفر خیلی شیک و لوکسی رو داره انجام میده. حالا دبی که شاید تا 43 سال گذشته، یعنی پیش از 43 سال گذشته در این مرحله و در این نقطه توجه جهانی به عنوان مقصد توریستی و گردشگری دست کم قرار نداشته، ایران چقدر متاسفانه پس رفت کرده. ممنونم از شما جناب طبرزادی. خب اینها همه صحبت کردیم راجع به عراق، ترکیه، سایر کشورهای عربی. فکر میکنید که علت این که جمهوری اسلامی نمیتواند یک متحد واقعی برای خودش در جهان داشته باشه چی هست؟ چرا ما حتی روابط خودمون رو وقتی که با روسیه نگاه میکنیم یا با چین نگاه میکنیم که اینقدر مدعی روابط راهبردی هستیم با این دو کشور، حتی دست و دلمون در مورد این دو کشور هم میلرزه؟ البته دست و پای جمهوری اسلامی رو میگم که واقعا اونقدر نمیتونه مطمئن باشه به یک اتحادی، به یک همسایگی، به یک کشوری که بتونه از اون به عنوان متحد استراتژیک و در سایر ابعاد یاد بکنه. ببینید، جمهوری اسلامی از دیدگاه من دنبال متحدین استراتژیک نمیگرده. مثلا در مورد عراق وقتی صحبت شد، خب جمهوری اسلامی هیچگاه با دولت عراق به عنوان یک دولت متحد نگاه نکرد، بلکه دنبال این بود که یک دولت وابسته به خودش ایجاد کنه، چون جمهوری اسلامی احساس میکنه که در اصل میخواد یک امپراتوری تشکیل بده. اینا حتی در حرفاشون هم بوده، اگرچه این توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی موشکی و پهبادی به قیمت فقر و فلاکت برای مردم ایران تموم شد، به قیمت عقب ماندگی گسترده برای مردم ایران، درست مثل مردم روسیه در دوران حکومت کمونیست ها، که اگرچه در دوران استالین مثلا پیشرفت های فضایی، پیشرفت های موشکی، نظامی بسیار بسیار زیاد بود، ولی فاصله طبقاتی، فقر، بیچارگی، عقب ماندگی این نتیجهش بود برای مردم کشورهای تحت سلطه شوروی پیشین. جمهوری اسلامی هم درست همین راه رو رفت، یعنی مردمی فقیر، تنگ دست و دولتی داغی، دولتی رانتی، انحصاری، و لذا خب در حوزه های بست قدرت دادم تو که اشاره کردم، در یمن، در سوریه، در عراق و جاهای دیگه. خب جمهوری اسلامی بنابراین فکر میکنه که یک در واقع ابرقدرت منطقه‌ای شده و لذا برخلاف دیدگاه جناب نجات بهرامی که فرمودن این ضعف حکومت‌های از نوع جمهوری اسلامی هست که بعد از مدتی مثلا به همسایه‌هاشون هم تجاوز میکنن، خب ما بدتر از جمهوری اسلامی البته شاید بتونیم بگیم کره شمالیه، ولی کره شمالی با وجود اینکه منزوی هست، کاملا منزوی و ایزوله است، اما رفتاری رو نداره که جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی به نحوی ایزوله است، اما این ایزوله بودن نیست که موجب میشه 12 تا موشک بفرسته توی عربی، بلکه احساس قدرت میکنه، یعنی فکر میکنه که خیلی قوی هست، بنابراین اگر احساس اونجا مناسباتی داره برقرار میشه که کردها میخوان گاز رو صادر کنن به اروپا، اونجا به بهانه اینکه اسرائیلی‌ها اومدن موشک میزنه. ببینید، این نشان میده جمهوری اسلامی یک کشور سلطه‌جوست،
کشوریست که حس میکنه دولتیست که حس میکنه میتونه این سلطه‌جویی خودش رو ادامه بده. در مورد سوریه صحبت شد، من نمیدونم واقعا کشورهای حوزه خلیج فارس و اتحادیه عرب در مورد رفتار امارات چه واکنشی نشان خواهند داد و آیا ما میتونیم بگیم که خب حالا حتما اسد داره از جمهوری اسلامی فاصله میگیره، در حالی که خب از اون سو روسیه هست که با جمهوری اسلامی متحد روسیه است و باید حتما اجازه بده به اسد که بره در کشور متحده عربی و کشور متحده عربی هم مناسباتش با روسیه مناسبات بدی نبوده همینطور که اشاره کردید. لذا به نظر من جمهوری اسلامی اولا دنبال کشورهای متحد نبوده و نیست، یه جایی ضعیفن مثل روس سوریه. جمهوری اسلامی الان سوریه رو تبدیل کرده به پایگاه نظامی خودش علیه اسرائیل و سوریه رو به عنوان متحدین خودش میدونه برای گسترش هلال شیعی در منطقه در لبنان و در جاهای دیگه و اینا واضحه. و اما در مورد در حالی که مثلا میبینید ارتباطش با ونزوئلا هر روز داره مستحکم‌تر میشه، کشورهایی مثل اکوادور رو نمیدونم ونزوئلا و جاهای دیگه، بنابراین جمهوری اسلامی یه به نظر من یک خط مشی داره که این خط مشش سلطه‌جویی و سلطه‌گری است و این سلطه‌گری خودش رو ادامه میده حتی در مناسباتش با روسیه. شما نگاه کنید درست زمانی که روسیه حمله میکنه به اوکراین، خامنه ای میاد مردم اوکراین رو محکوم میکنه که میگه مردم اوکراین موجب شدن که این جنگ اتفاق افتاد، تندترین موضع رو علیه اوکراینیا میگیره، رئیسی هم همین کارو میکنه، ولی تو سازمان ملل وقتی که میرن رأی ممتنع میدن. یعنی جمهوری اسلامی اینجا هم داره بازی میکنه. لذا به نظر من نباید جمهوری اسلامی رو دست کم گرفت. جمهوری اسلامی سیاستای بسیار پیچیده تجاوزگرانه داره و داشته و متاسفانه در وضعیت کنونی هم که اوضاع به هم ریخته احساس قدرت بیشتری میکنه و همه اینا البته به قیمت ناامنی در منطقه و به قیمت فقیر شدن ملت ایران، به قیمت فقر و فلاکتی که بر ما ملت ایران حاکم شده تموم شده. بازگذارم از شما. جناب بهرامی، آخرین پرسش رو از شما میپرسم و پرسش خودم رو از جملات آخر آقای تبرزدی وام میگیرم که آیا با تمام این توصیفات این ایران هست که بازنده اصلی سیاست‌های جمهوری اسلامی است؟ ما دیگه در واقع همیشه ایران و جمهوری اسلامی رو از هم تفکیک میکنیم. شما فکر میکنید که یک دولت ملی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چه کار باید بکنه تا شرایط عوض بشه و ایران با خروج از این انزوا بتونه امنیت و منافع خودش رو و مردم این سرزمین رو تأمین بکنه؟ 3 دقیقه وقت داره. متشکرم. بله، واقعا بزرگترین بازنده این سیاست ها در بیش از 4 دهه گذشته مردم ایران و منافع بلند مدت ایران بوده. شما به عنوان مثال اگه یک نمونه کوچک بخوام عرض کنم، بحث تأمین انرژی اروپا در هر شرایطی که حساب کنیم، به هر شکلی که بهش نگاه کنیم، باید از کانال ایران تأمین میشد. باید با اتحاد ایران و کشورهایی مثل ترکیه، اسرائیل و دیگر کشورهایی که قبل از انقلاب 57 یک متحدین کاملا بالقوه بودن برای همدیگه، باید از این کانال تأمین میشد. اما این هم یک اشاره داشته باشم که این اتحادهای منطقه‌ای که علیه جمهوری اسلامی داره شکل میگیره، خب یک حساسیت ویژه‌ای مردم روی اینها دارن. مادامی که این اتحادها علیه حکومت جمهوری اسلامی باشه، مردم از این اتحادها و از این کنش‌ها واقعا استقبال میکنند. اما خب زمانی که به هر حال متوجه بشن که در خلال ضربه زدن به جمهوری اسلامی ممکنه این کشورهای عربی و حتی اسرائیل، کشورهای فرامنطقه‌ای، بخوان مثلا از اهرم‌هایی مثل تجزیه ایران استفاده کنند، کاملا قضیه برعکس میشه، چون یک خوی وطن پرستی که در بین مردم ایران وجود داره بسیار بسیار عمیقه و حتی میتونه در یک مواقعی مثل سپاه قدس، مثل قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی بخشی از بدنه مردم رو به این بهانه
پشت سر خودش متحد کنه. اما با شکست جمهوری اسلامی به هر دلیلی که به نظر من بعید نیست و امیدوارم این درست باشه، خب واقعیت اینه که در نبود جمهوری اسلامی بسیاری از این منافع کلان و استراتژیک ایران خود به خود بر خواهد گشت، فارغ از اینکه چه حکومتی بر سر کار بیاد و در ایران حکومت کنه. سپاسگزارم از شما، از هر سه میهمان برنامه، آقایان مناشه امیر، جناب آقای تبرزدی و آقای نجات بهرامی. اجازه بدید این برنامه را به یک جمله، یک بیت شعر از مولانا به اتمام برسانیم. تو نگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز. سپاسگزارم از شما بینندگان همیشگی برنامه چالش. تا چالشی دیگر همه شما رو به یزدان ایران می سپارم.